درود بر شما. 24 تیر ماه 1401 خورشیدی و 15 ژوئیه 2022 میلادی. امشب در صفحه آخر می‌پردازیم به مرکز فساد بانکی در ایران. بانک مرکزی و میلیاردها دلار ارز برنگشته به خزانه ملت، در واقع در جستجوی پاسخ به سپرده‌های من کجاست که مردم از بانک ها، از وارد کنندگان خودرو، از بقیه دوزای دوم کلوفتی میپرسن که وصلن به آیت الله های حاکم بر ایران. پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه، اما قبل از اینکه وارد موضوع بشیم من میخوام اشاره بکنم به این موج بازداشت ها و زندانی کردن ها که در روزهای گذشته در ایران شدت گرفته. از یک طرف مقاومت مدنی، مقاومت به طور کلی علیه سلطه حکومت مذهبی، ایدئولوژی حاکم، دارین میبینین دیگه این کمپین حجاب بی حجاب که اینقدر سر و صدا را انداخت درون حکومتیان، و از طرف دیگه سرکوب شدید. ببینید، دهه 60 به روایت تاریخ یکی از سیاه‌ترین دهه‌های زندگی مردم ایران بوده. زندگی در وحشت همیشگی، زندان‌ها پر از بچه‌های بیگناه، اعدام‌های هر روزه 10 نفری از همین بچه‌ها، زندگی کپونی، کمبود مواد غذایی، جنگ، ویرانی و حسرت یک لحظه آرامش و آزادی. جمهوری اسلامی لرزان بود و برای استقرار خودش در واقع هیچ راهی جز کشتار و زندان و ایجاد وحشت نمیدید. امروز رهبر جمهوری اسلامی اوضاع رو همونطور میبینه. سخنرانیشو بشنوید که کوتاهش همین هفته پیش. خدای سال 60، همون خدای امسال، خدای دوران‌های سختی و دوران‌های گوناگون، یکیه. سنت‌های الهی هم سر جاشه. همین دوران‌های سخت که حکومت‌های مستبد ناتوان از اداره کشور و رو در روی اعتراض هر روزه مردم که دیگه دارین می‌بینین دیگه. هر روز تو خیابونن مردم برای نان، و این حکومت هم زورای آخر رو میزنن، با خشونت تمام حکمرانی میکنن. خبر بگیر و ببند از 4 گوشه کشور میرسه. یک هفته گذشته رسانه ها پر بوده از این خبرها. مادران دادخواه، از خانواده کشته شدگان اعتراضات خیابونی سال 96-98 و قبلش، روزنامه نگارا، فعالان کارگری و فرهنگی، زنان و 3 فیلمسازی که در جهان شناخته شدن، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، 17 تیر ماه بازداشت شدند. 3 روز بعد جعفر پناهی بازداشت شد. دلیلی که برای بازداشت رسولوف و آل احمد گفتن این است که چرا فلان بیانیه رو با 10 نفر دیگه از سینماگرها و هنرمندای داخل ایران علیه سرکوب امضا کردی. جعفر پناهی رو میگیرن، میگن بیا برو 6 سال زندان تو بکش که تعلیقی شده بود، که 13 سال پیش برات صادر کردیم. خب روشنه که اینا بهانه است. الان شرایط همون چیزی که خامنه‌ای گفت، بی دلیل نیست که میاد آقا از سال 60 تا دهه 60 حرف میزنه. الان اینا بهانه است که این به دلیل این بیانیه، به دلیل امضای اون اعلامیه فلان، میخوان زندانی کنن دیگه. یه چیزی هم میگن. حالا هر 3 فیلمساز از اندیشمندان سینمای ایران و جهانن که متاسفانه جمهوری اسلامی نمیذاره مردم این سرمایه های انسانی و فرهنگیشون رو بشناسن. تو سیمای جمهوری اسلامی فیلمسازای جمهوری اسلامی پرن دیگه، میبینین میرن میان بهشون شو میدن، بهشون برنامه میدن، نمیدونم میشنن دور هم میخندن به ریش مردم. در ایران عده‌ای از سینماگران متحد، همینطور کانون نویسندگان ایران و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بیانیه اعتراضی نوشتند علیه بازداشت این 3 فیلمساز برجسته و خواستار آزادی فوری این سینماگران شدند.
و در جهان هم در 5 قاره جهان و جشنواره‌های مهم بین المللی از جمله کن، برلین، ونیز مطلب نوشتن، بیانیه‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی منتشر کردم و خواستن که بی قید و شرط و فوری این 3 فیلمساز رو، محمد رسولوف، جعفر پناهی و مصطفی آل احمد رو آزاد بکنه جمهوری اسلامی. جعفر پناهی از من مختصری بگم و بریم روی اصل موضوع. از سال 84 که فیلم بادکنک سفید رو ساخت که شاید دیده باشین، تا امروز همیشه مورد توجه فیلمسازان و جشنواره‌های مهم بین المللی بوده و البته مورد توجه حکومت جمهوری اسلامی هم بوده است. اسفند 88 بازداشت شد، یک بار اعتصاب قضا کرد، خرداد 89 با وثیقه آزاد شد، حکم 6 سال زندان که عرض کردم بعد شد تعلیقی بهش دادن و 20 سال ممنوعیت فیلمسازی و خروج از کشور. 13 بهمن 1189 تیری فرمو، مدیر هنری جشنواره کن، اعلام کرد به جهان که جعفر پناهی از این پس عضو هیئت داوران تمام جشنواره‌های بین المللی خواهد بود و صندلی خالی برای او در نظر گرفته شده که شاید دیدین در خبرها در بعضی جشنواره‌ها. مصطفی آل احمد فیلمسازی است که افزون بر ساختن فیلم‌های مستند و کوتاه طراحی صحنه انجام میده و فیلم‌های انیمیشن می‌سازه، به اصطلاح فیلم‌های کوتاهش در جشنواره‌های متعدد در اروپا و آسیا نمایش داده شده. مدال یونیکا در ایتالیا گرفت و برنده بهترین فیلم تجربی در جشنواره ملل اتریش شده. محمد رسولوف 8 فیلم سینمایی و مستند ساخته، 39 جایزه بین‌المللی در 5 قاره جهان گرفته به خاطر ساختن این 8 فیلم. در بسیاری از این جشنواره‌ها به دلیل ممنوع الخروج بودن نتونسته شرکت کنه. من میخوام فیلمامو بسازم، میخوام به خودم وفادار باشم. نخستین اثر بلند سینمایی محمد رسولوف به نام جزیره آهنی که در سال 2005 ساخته شد، داستان تعدادی افراد فقیر را روایت میکند که با دیکتاتوری خیرخواه بر روی یک نفتکش متروکه زندگی میکنند. کشتزارهای سپید، دومین فیلم بلند رسولوف در سال 2009، داستان مردی است که سرزمین‌ها را می‌گردد و اشک‌های مردم را جمع می‌کند تا روزی تبدیل به مروارید شوند. این فیلم در سواحل دریاچه نمک ارومیه فیلم برداری شده است. فیلم دست نوشته ها نمی سوزند، داستان قتل های زنجیری در ایران را در سال 2013 پس از آزادی از زندان ساخت. این فیلم مخفیانه با گروهی 6 نفره و بدون مجوز، مانند دیگر فیلم های رسولوف که هرگز در سینماهای ایران اکران نشد، فیلم برداری و تهیه شد. به نظرم اون چیزی که سیستم امنیتی توی ایران میخواد اینه که واقعا از اونا بترسی، هیچ کاری نکنی، دست به انفعال بزنی، ولی من فکر میکنم تا آخرین لحظه‌ای که زنده ام تلاش میکنم که از هر راهی به خلق هنری ادامه بدم، حالا اگه سینما باشه، اگه نه راه‌های دیگه، هنرهای دیگه، بالاخره باید کار کرد. بعد از این چند فیلم سینمایی که خلاصه ای از داستان اونا رو از همکارم شپول عباسی شنیدیم، محمد رسولوف 2 فیلم بلند سینمایی دیگه ساخت، لرد و شیطان وجود ندارد. این فیلم مخصوصا شیطان وجود ندارد او که در جشنواره‌های بین‌المللی خیلی سر صدا کرده، 4 داستان جدا از همه اما با یک موضوع واحد، چگونگی نگفتن در و مسئولیت انسان برای نگفتن در شرایط استبداد. مسئولیت انسان تا کجاست؟ آیا دستورات نظام استبدادی حاکم، حتی قوانین حکومت استبدادی رو انسان با رجوع به وجدان و مسئولیتش اجرا می کند یا نمی کند؟ قدرت تو نگفتنت. خب، افشاگری های اقتصادی و دادگاه های ویژه اقتصادی حاصلش محاکمه یه عده بوده است که در باره شون گفته ایم، تقریبا در باره همه شون گفته ایم. کسانی که به عنوان مفسد اقتصادی هم اعدام شدن، چند تا اینا اعدام هم شدن، یکشون
باقری درمنی بود که گفتن این سلطان قیره. رابطه پرونده باقری درمنی که با عجله اعدام شد سال 97 با فردی به اسم احمد حیاوی که امشب باش کار داریم و از طریق او با علی محمد پور که قبلا آقای عباس پالیزدار درباره او و معادن آهن گفته بودند اینا با هم وصلند و از طریق احمد حیاوی با آیت الله جزایری و آیت الله کعبی. این آیت الله جزایری امام جمعه و نماینده رهبر بود در استان خوزستان که به دلیل بیماری و اینا چند 97 گویا استفاده داد ولی تشریف دارن، عضو مجلس خبرگان رهبری هستن و اینها. باری نمیدونم که احمد حیاوی اسمش توی فهرست بدهکاری بانکی هست یا نیست، اما میدانم که یکی از کلاهبرداری زیر عبای آیت الله جزایری است که عرض کردم نماینده رهبر در استان خوزستان بود و همچنین آیت الله کعبی که عضو مجلس خبرگان رهبری است. این وسط یه اسم دیگه یه مطرح، ابراهیم رزاقپور راننده قاسم سلیمانی که یک بار تصادف میکنه که نمیدونم خبرش رو شنیدین یا نه، قاسم سلیمانی در سمت تصادف کردن شکست و اینها و خود ابراهیم رزاقپور هم زخمی شد. بعد از اون از افتخار رانندگی حاج قاسم ورش داشتن و گذاشتن مسئول آموزش سربازای مشمول، در واقع مال نیروی قدس سپاه بوده است هست که توی اونجا توی اون سربازان مشمول با رضا مقدم آشنا می شود که رضا مقدم معاون پولی و بانکی سازمان اطلاعات سپاهی که صحبتشو باز کردیم هفته های پیش و همون فردی که مسئول در واقع فراری دادن مفسدان کلان اقتصادی از فرودگاه پیام بود که آقای پالیزدار میگفتن که حتی وزارت اطلاعات دولت در واقع هیچ، حالا من نمیدونم اگر البته میتونه استخالت کنه در فرودگاه پیام چه گلی به سر مردم زده میشد، ولی به هر حال آقای پالیزدار گفتن که دولت هیچ نقشی در فرودگاه پیام نمیتونه داشته باشه، وزارت اطلاعات و اینا چون اصلا دست اطلاعات سپاهه و خب این رقابت این دو نیروی موازی نظارتی و اطلاعاتی هم که همیشه داستان بوده است در ایران. باری در خدمت آقای عباس پالیزدار هستیم، دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه که بارها مزاحمشون شدیم و البته بهره بسیار بردیم، هم بنده هم شما بی تردید بینندگان این برنامه. آقای پالیزدار خوش آمدید به امشب صفحه آخر. من نخستین پرسشم این است که آنچه عرض کردم درباره احمد حیاوی که نمیدونم چرا اسمش بسیار کم مطرحه، بجز این که همیشه ما دنبال آیت الله جزایری او رو دیدیم پا برهنه و بعض وقتا سر برهنه، و این شبکه به طور کلی در کجای فساد بانکی و اطلاعاتی جا داره و چرا کسی برخورد نمی‌کنه، به ویژه با وقتی که روشنه که لااقل روشن آنچه که قابل مشاهده است که سر شبکه همین آیت الله ها هستن. من اینو اضافه کنم آقای پالیزدار عزیز که چرا این سوال ازتون میکنم در آغاز این بحث امشبمون، چون به ویژه شما در سال 85 و 87 اون افشاگری هایی که شما کردین اساسش در واقع آیت الله های فاسدی بودند که شما افشا کردین و بعدم خب هزینه شو دادین، 10 سال زندان براتون بریدن که خب به دلیل بیماری باید بگیم خوشبختانه نتونستین همه سالهای 10 سال رو در زندان باشین. باری من در ادامه همون بحثی که اینو میپرسم ازتون خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه خوب شما. نام خدا. من در ارتباط با سوال عزیزداری و مطلبی که ابتدای امر اشاره بهش فرمودین، اینجا من لازمه که
با توجه به اطلاعاتی که دارم که دوستان امنیتی از وزارت اطلاعات رفتن پیش آقایون چعبی و آقای جزایری، ازشون گفتن چرا شما از این همچین آدم فاسدی حمایت کردید، و اونها وقتی متوجه به این فسادها شدن گفتن اتفاقا پیر برای ما هم دروغ گفته بوده و نمیدونم اومده بوده اینجا گفته من براتون حوزه علمیه میسازم، ولی اومده چند تا صندلی برای حوزه علمیه گرفته و رفت دیگه. نمیدونم فهمیدیم که اصلا از اساسشون اینا دروغگو بودن و ما اشتباه کردیم، حمایت کردیم و در واقع اینجوری عنوان شده که اینها حمایتشون رو از روی احمد حیابی و دوستان مرتبط با ایشون مثل علی محمدپور برداشتن، یعنی خواستن که در واقع حمایت ما از روی اینا برداشته بشه، هر تصمیم خودتون میگیرید بگیرید. این رو من ابتدا عرض کنم که مثلا بعدا نگن که ما که گفتیم اینا درسی دوباره من اسم ما رو گفتیم، من بگم که وقتی بهشون تذکر داده شد اونها مثلا اعلام ندامت کردن و گفتن هر حمایتی از ما در نظر دارید دیگه بردارید از روی اینا. لذا همینجا من خواهشم این هستش که با توجه دستگاه امنیتی اگر ملاحظه‌ای بابت اینا داشتن، حالا با توجه به اینکه اونا این حمایت برداشتن، برخورداشون رو به شدت اون مدتی هم که تا حالا برخورداشون رو شروع کرده بودن صفر بگیرن. حالا پرونده‌هایی که حالا من بهش اشاره میکنم توی اداره آگاهی مثلا تهران و در اختیار سرهنگ افشاری و افشار و اونهای فرجی بود که های فرجی دیگه رفت، انقدر ادش خواست آقای مقدم که آقا فعلا گزارش نفرست گزارش نفرست، انقدر ایشون رفت کیش عرصه و حضورتون که ادشون خواهش میکنم که این گزارش که آماده دارن و فساد اونو براشون ثابت شده از بفرستن مشتمل مفاسد اقتصادی رو برخورد اجرایی بشه. من حالا خیلی رفتم جلو بحث رو. من در ارتباط با هر سبت خدمت و این شبکه اشاره یکی بهش کردید، بله دیگه این شرایط همینطور که شما فرمودید وقتی به این شکل باشه و بیاد به جایگاهی مثل آقای مقدم برسه، دیگه شبکه بانکی کشور که نمیتونه گاردی داشته باشه برای انجام ندادن کار. فرض بگیریم سیستم بانکی کشور هم سالم باشد، در وقتی یه همچین کسی ازشون بخواد که آقا این کارو بکن کارو بکن، قطعا این اتفاقات میفته دیگه. هر سبت که حالا من خواهشم این استش که وارد بحث بانک مرکزی بشیم به عنوان در واقع محور اصلی بانکای کشور که گذشته در واقع چه اتفاقاتی توش افتاده و چه مباحثی رو تو حوزه فساد رقم زدن. من سوالی دارید بفرمایید، اگر نه من خودم ادامه بدم. آیه پالیزدار، اسم دو تا سرهنگی که آوردین من فقط میخوام چون گفتین من ازتون میپرسم، یک سرهنگ افشاری بود، یکی سرهنگ فرجی. سرهنگ فرجی، ببینین این سرهنگ فرجی که فرمودین رفته کیش، اینها من میخوام فقط یه اشاره کوتاهی بکنم که اینا هر جایی که میرن واقعا گل میکنن. در کیش که این آقا شده معاون آگاهیش، اسکان نیوز تیتر زده همین به تازگی، اتفاق قابل تأمل در کیش، فروش زمین‌های بزرگ متری 1 تا 2 میلیون تومان. یعنی آدمایی که از به دلیل هر چی، من نمیدونم که اینا رشوه گرفتن نگرفتن، ولی به هر حال یه جوری وصل تهدید شدن، یه جوری به هر حال شبکه فساد یقه اینا رو گرفته یا بهشون تطمیعشون کرده یا تهدیدشون کرده. حالا و همینطوری که گفتین پرونده رسیدگی به اینا رو نگر میدارن، اینا نمیذارن بهش رسیدگی بشه. خب یکیشو میره کیش، من میخوام اینو یک کمی روش متمرکز بشم. صورتهای مالی منتشر شده در سامانه کدال نشان میدهد سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی کیش در سال 99 به دلیل آنچه که عدم امکان کشف قیمت به دلیل شیوع کرونا خوانده است، مقادیر زیادی زمین را به نرخ سال 98 فروخته است. چقدر حالا اینا؟ یک مقداری مثلا 107 هزار متر به شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش با قیمت هر متر 5.5 میلیون تومان با کاربردی چند منظوره، 21 هزار متر به مبلغ هر متر 1 میلیون تومان با کاربرد هتل، با کاربری هتل به شرکت پرندیش پارس کیش،
15,000 متر به شرکت سرمایه‌گذاری آرمیتاژ به قیمت هر متر 4,200,000 تومان با کاربری خدماتی. اینا یعنی انقدر رسوخ کردن نفوذ، لیست بلند بالایی است که خب دیگه کیش هم که با دولت آقای رئیسی دست به دست شد و کسایی که آمدن این لااقل میدانیم که این نتیجه کار دولت قبلی رو هیچ کس بهش رسیدگی نکرده تا امروز. این ماجرا رو یعنی متر 1 تا 2 میلیون تومان توی کیش. باری یک نکته درباره احمد حیاوی هست. در اسنادی که من درباره این شبکه عرض کردم که به دستم رسیده، یکیش هست که مثلا همکاری این شبکه، یعنی این خب بله ایشون آقای احمد حیاوی هستند که داریم میبینین عکسشون، با توصیه سردار محمد علی پور مختار که اون موقع در رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس بود، دو داره تو دو مجلس های نهم و دهم پور مختار نماینده مجلس بود، به توصیه و کلی تعهدات بانکیش در واقع ازش صرف نظر میشه، بانک صرف نظر میکنه سال 93 و نامه ای هست که ما اگر ببینین سندشو، تو نامه به پور مختار صریح آمده است که ما صرف نظر کردیم اصلا از این تعهدات. بعد یه چکی هست که توی دفترخانه صادر شده، این چک دارین میبینین دیگه، من برای اینکه وقت رو نگیرم جزئیات مبالغ رو خودتون دارین میبینین، من نمیگم، خب من اینجا الان دارم. صدور چک بانکی به نام آقای دکتر جواد عین‌آبادی بابت حضور در دفترخانه 100 میلیارد ریال. این حضور در دفترخانه یعنی ظاهرا رشوه است دیگه، از کی به کی توی این شبکه های پالیزدار. من دیگه درباره این شبکه هیچ سوالی نمی کنم که بریم سر بانک مرکزی. خواهش میکنم. هر شبت خدمت، البته من در ارتباط با این چک با اون موضوع رشوه تفاوتی داره، من اشاره‌ای بکنم که اشتباه نشه. این چک، ببین آقای احمد حیاوی در واقع مدل کار ایشون این بانک سیستم بانکی کشور، اولا که قریب به 200 شرکت سوری ایجاد کرده که حالا من تصاویر اون چیزش را تو گزارش آوردن، لیستایی که شرکت هایی که در واقع مربوط به آقای حیاوی خدمتون دادم، اونا ارشد که اگه پخش بکنیم بینندگان محترم ببینن، شرکت های سوری معرفی کرده سیستم بانکی کشور و بانک رو در واقع زخمی کرده به این وسیله و هیچ کدوم از این بدهی‌هاش رو به درستی پرداخت نکرده و الان جزء ابر بدهکاران بانکی است، ولی با ابر قدرت‌ترین بدهکاران بانکی هم هست، چون کسی باشون برخوردی نکرده، کسی ابتدا تو لیست آوردنش، بعد لیست خارجش کردن و بانک‌های متعدد مثل بانک ملی، بانک صادرات، بانک پارسا، خیلی بانک‌های مختلف ایشون در واقع پرونده داره و پرونده‌های در واقع قضایی در ارتباط با موضوع براش ایجاد شده، ولی تو لیست ابتدا آوردن از لیست خارجش کردن، به همین جهت میگم جزء اول قدرت‌های بدهکاران بانکی است که تونست خودش رو از لیست خارج کنه که تو از مزان ذره‌بین سیستم های امنیتی خارج بشه. من خواهش بکنم همینجا که دستگاه قضایی باسی کل کشور، وزارت محترم اطلاعات، اینا بیان وارد پرونده بشن و جدیت موضوع رو با جدیت موضوع رو دنبال بکنن، نذارن در قصر در بره در واقع. این آقا، این آقای احمد حیاوی، فارغ از بحثای عرشبت که شرکت های سوری و وام گرفتنهاش، در یک مقطعی از زمان اتفاق این آقای علی محمدپور میرن توی بانک دی، اگه اشتباه نکنم تو بانک دی، میگن که آقا ما مثلا وام میخوام، را میگن پول ما خودم منابعمون کمه، میگن از بانک سرمایه براتون میگیریم. به اتفاق این قاضی اسنا عشری که رفیقشون بوده، با هم میرن پیش مدیر عامل بانک سرمایه، میگن آقا ما برای بانک دی وام بدید، 300 میلیارد تومان وام بدید. عرشبت حضورتون که توی این بده بستون ها در واقع میتونن 300 میلیارد تومان وام برای اونا مسبب میکنن، واریز میشه و یه بروکری از بانک میگیرن بابت اینکه این واسطه گری رو انجام دادن و 15 الی 17 میلیارد تومان اونجا پول دریافت میکنن.
که عرض شود خدمتون که در با اون پول میرن ملکی رو تو میدون آرژانتین خریداری میکنن بغل محسب قوامین سابق 6000 متر ملک. عرض شود که بعد اون ملک رو میذارن دوباره تو بانک ملی 40 میلیارد تومان وام دریافت میکنن، بعد دوباره پول پرداخت نمیکنن در مقطع این، چون باقری درمنی با اینا شریک بوده، این ملک میره توقیف میشه، میره توقیف میشه. اون آقا رضا تو مجموعه آقا رضا مقدم فشار میاره این ملک رو از مجموعه پرونده آقای باقری درمنی خارج میکنن، از توقیف خارج میشه. آقای علی محمدپور میره با جرایم و دیر کرد و هرچی داشته اضافه میشه اون 40 میلیارد تومان پرداخت میکنه و ملک رو آزاد میکنه و الان هزاران میلیارد قیمت اون پوله، قیمت اون زمینه. عرض شود خدمتون که اینجا اون در واقع توی اون مبلغ بروکری، با اون مبلغ بروکری با پول خود بانک زمین میخرن، با زمین وام میگیرن، یعنی همش با خود بیت المال، با خود پول مردم در واقع میشن صاحب هزاران میلیارد تومان پول. حالا مدعی هم مثلا میرن تازه شو ایجاد میکنن، تو خوزستان میره خیر مدرسه ساز میشه، نمیدونم میره صندلی برای حوزه علمیه میخره، میدونم فلان کار میکنه، این شو روما بازی میکنه. به خاطر چی؟ با چه پولی؟ با این پول مردم، با پول بیت المال. من خواهش میکنم علی پرونده رو، اینا که من دارم عرض میکنم، سرنگشون خودش داره اینا رو، این پرتو پرونده موجوده. آقا نترس، آقا وارد شو، این گزارش رو بده به وزارت اطلاعات، بده به وزارت برخورد کنه. من خواهش میکنم قوه قضاییه مشمول، من با پاسپورت محترم پرونده صحبت کردم، منتظر گزارش شماست. خواهش میکنم که این گزارش رو هر چه زودتر به مرجع قضایی ارائه بدید، مرجع قضایی برخورد لازم رو با اینش انجام بده، متوقف نمونه این بحث توی اداره آگاهی، متوقف باقی بمونه. شما خودتونم که زحمت کشیدید اینا رو، پرونده ها رو جمع‌آوری کردید، رفتید کار کردید، همه اسناد درآوردید، یه گزارش همین رو بعد گزارش فقط کنید، امضا کنید، بفرستید، بره کار تمومه. من خواهش میکنم ازتون، وزارت اطلاعات آمادگی اینو داره، گزارش شما بیاد برخورد کنه، قوه قضاییه مشترک با فاسد اقتصادی، پاسپورت پرونده، همه و همه منتظر گزارش شما. این گزارش هر چه زودتر ارسال بکنید، همه این چیزایی که الان داره نشون داده میشه به صورت یه گردش کار، شما گزارش ارسال کنید، کار تمومه. کار اینا ان شاءالله یه بخشی از مفسدین اقتصادی تو سیستم بانکی کشور ما حداقل زمین زده باشیم، بتونیم اموال بیت المال برگرده تو بودجه بیت المال، برگرده به این مردم بدبخت که برای یه ریال وام میخوان برن بگیرن از سیستم بانکی، پدرشون در میاد، این پولا رفته بیرون نمیتونن برگردونن به سیستم بانکی، این پولا رو برگرد به راحتی میاد به اصطلاح بخشودگی جرایم برای اینا میذارن. یه بدبخت بیچاره که وام برای خونش میگیره 2000 وام میگیره، میشه یه دفعه تبدیل میشه به 20000، چند برابر میشه. هر چه از التماس کنه آقا جرمه منو ببخش نمیبخش، بعد این همین الان نشون دادید جرایم ایشون رو کمپلت بخشیده میشه. برای چی بخشیده میشه؟ این پول مال مردم مگه نیست؟ برای چی سیستم بانکی پولا رو بخشیده؟ باید با اون آدمایی که تو بانک نشستن این کارا رو دارن میکنن، این آقای پورمختار چی کاره است؟ آقای پورمختار رئیس اون موقع رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس بود. آقا به تو چه ربطی داره وارد این پرونده شدی، پرونده شخصی افراد شدی، به بانک فشار آوردی، این کار صورت گرفت؟ درسته الان آقای پورمختار هم بازداشت شد، برخورد شد، اخیراً اومده بوده بیرون که من شنیدم تو لواسانات اونجا به صورت مست پاتیل گرفتنش، مجدداً برگردوندنش زندان. در هر صورت این ضربهشو به مردم زد، ضربهشو به جمهوری اسلامی زد، ضربهشو نمیدونم به بیت المال زد. این دخالت های این چنین راه ها رو باز میذارید یه رئیس کمیسیون از 90 بتونه به مسائل شخصی افراد دنبال کنه، بانک رو فشار بیاره که آقا با اینو ببخش، اونو بده، اونو نگیر. آقا به تو اصلا چیکاره این قصه هستی؟ آقای احمد حیوی چجوری به خودش اجازه میده؟ چقدر به شما پول داده که اینقدر با اختیار به خودش اجازه میده که آقا فعلا این کارشناس دیگه نمیخوام، چون این کارشناس به ضررش رای داده، یه کارشناس دیگر بذارید، آقای نمیدونم بخشنده خوب نیست، آقای امینی رو بذارید، آقای فلانی این اینقدر اختیار داشته باشه یه فاسد بتونه دخالت کنه در ریسترین مسائل سیستم بانکی، هیچ کس هم نخواد برخورد کنه باهاش. خواهش میکنم این برخورد رو حتی جدیت که شروع شده این نذارید تا متوقف نشه. این آقا هم که به شما فشار آورده، خودش دیگه الان پروندهش با اومدن آقای حاج کاظم، آقای محمد کاظمی در مصدر سازمان اطلاعات سپاه، ان شاءالله برخورد لازم با ایشون هم صورت میگیره، دیگه هضم میشه از سیستم، نگران نباشید. من خواهش میکنم از شما این برخورد رو با این آقایون استارت بزنید، گزارش رو ارسال کنید، کار ان شاءالله تموم میشه. من توی این حوزه یه مقداری به اصطلاح چیز کردم، صحبتم رو زیادی بردم جلو، حالا موارد دیگه از شما اگه سوالی هست بفرمایید، من دوباره ادامه میدم.
نه من فقط یکی از این نکاتی که شما فرمودین و میخوام برای بیننده ها بازتر بشه، یکی از این اسناد 19-8-93 که بانک ملی ایران اداره کل وصول مطالبات جناب آقای ایرج پور آقای احمد حیاوی نامه زده به او، ببینید مثل اینکه رئیسشه، نامه زده میگه با سلام احتراماً عطف به دعوتنامه فلان مورخ 8-6-8-93 کمیسیون محترم اصل 90 مجلس شورای اسلامی، یعنی که یعنی همین آقای محمد علی پور مختار که عکسشو داریم دوستان نشون میدن، حالا واقعا چه کسایی این کمیسیون اصل 90، میگه در خصوص معرفی کارشناس خبره بانکی این جانب احمد حیاوی آقای عباس امینی را به عنوان نماینده قانونی جهت نظارت بر نحوه محاسبات بانکی و استخراج مانده بدهی با آن مدیریت محترم معرفی می نمایم. خواهشمند است دستور فرمایید همکاری های لازمه را با نام برده مبذول فرمایند. ضمناً از تاریخ صدور این نامه آقای بخشنده عزل می گردد. خداوند به شما و تمامی خدمتگزاران صدیق به نظام مقدس جمهوری اسلامی سلامتی و توفیق روزافزون عطا فرماید انشاءالله. با تشکر و امتنان احمد حیاوی. آقای پالیزدار، خب الان این چیزایی که شما فرمودین سال هاست، این نامه مال سال 93 که انگار داره به بردستش دستور میده، یعنی میگه اینو بردار، حالا با ادبیات خودشون، آخه مثلا پور مختار میگه مسوپاتی تو لواسانات گرفتن مثلا گذاشتنشون بردنش دوباره زندان و اینا، خب چه آیا تای قضیه پور مختاره مثلا، یا اینکه یا میخواییم برین اصلا سراغ بانک مرکزی بگید سر قضیه اونجاست، من نمیدونم، ولی روشنه که اینا شوخی اگه بخواییم بگیم هم اینا هستن متهمانه، که یعنی کسی دوزای اصلی اینا، این هم حیاوی چه کار هست آخه که اینقدر پول به نامش مثلا باشه؟ بله، وقتی رئیس حراست همون موضوع برنامه‌ای که یک بار شما هم مثلا رفتید برای مشقربونو، اون آقای آمری رئیس حراست بانک مرکزی بوده دیگه، میاد این آقای بی سواد رو از پیدا میکنه، این آقای صمد کریمی رئیس اداره صادرات بانک مرکزی ایشون رو معرفی میکنه، آقا ایشون رفیق منه، هر مورد اعتماد منه فلان، هم یه حمایتش کنیم، ارز دولتی که هست بوده خودمون بگیریم چرا بدیم به دیگران بخورن. یه بار به اسم ورق استیل بانک توسعه تا آبان 27 میلیون خورده دلار اونجوری میگیره، 27 میلیون دلار دوباره میاد، میبینن که هیچ کس نیست، هیچ کی به هیچ کی نیست، کسی نمیاد اصلا، میگه آقا ورقت کو، عرقت کو، بساطت کو، آوردی چی آوردی تو؟ تو گفتی ورق استیل آوردم با قرار بیارم، کو ورق استیله، چیکار کردی با این، کجاست اصلا، چه جوری سازمان توسعه تجارت به شما سب سفارش داده، چه جوری اصلا این کار گمرک به شما تایید داده، این چه شکلی این 27 میلیون گرفتن رفتن فروختن تو بازار ارز آزاد رفت، دیدن که هیچ خبری نیست، دوباره مجددا رفتن بانک اقتصاد نوین یه 98 میلیون دلار مجددا زدن گوشش، باز دیدن خبری نیست، رفتن نمیدونم کدوم با یه بانک دیگه یادم رفته اونجا میان 320 میلیون دلار میگیرن، قریب به 500 میلیون دلار میگیره، کیه رئیس حراست بانک مرکزی پوشش های آمری، چه اتفاق افتاده، حالا آقا رو مثلا گرفتن برداشت بوشن کنار برخورد چی میشه، آقا چی میشه، این چرا بس دوباره تولید میشه، خب این اون اصل ماجره ها، یعنی بس اون ساختار درست بشه، اون ساختار تو درست نشه، از این آمری ها، از این مشکوک قربون ها، از این نمیدونم علی محمد پور ها، از این احمد بی حیابی ها، نمیدونم از اینا درست میشه مجددا، این مشکوربونی که آقای پالیزدار فرمودن قربان علی فرخزاد بود اسم و فامیلش هست و ظاهرا الان زندانه، این آدم همینطور که فرمودن نزدیک 564 میلیون دلار ارز به قول خودشون جهانگیری گرفتن، 4200 و گرفت، یعنی با پشتیبانی آمری حراست بانک مرکزی و همه رو تو بازار آزاد فروختن و ببینید چقدر به جیب زدن و به نام در واقع این آقای مشقربون، اگه یادتون باشه برنامه داشتیم مفصل درباره تراکتورسازی تبریز که اونجا رو خرید مثلا این مشقربون، مشقربون معروفه درست میگم آقای پالیزدار؟ ماشین سازی تبریز، ماشین سازی تبریز، بله
اونجا رو خرید و بعدا من گزارشش داشتم میخونم هفته پیش که گفتن به ورشکستگی کشونده بود اینها، بعد هم خلیت کردن. این بازی هایی که همیشه همه جا دیدین دیگه و همینطور در هفت تپه دیدین و اتفاقا این آدم، این مشقربون، این قربان علی فرخزاد که تا زیر شیش کلاس حتی انزه ابراهیم رئیسی هم سواد نداره، این همکار با آقای اسد بیگی دقیقا اون 320 میلیون دلار با اسد بیگی میریم. آفرین، با اسد بیگی هفت تپه اینا بعد میان تو بازار آزاد میفروشن اینا. بگذاریم. خب آیه پالیزدار عزیز، من درباره بانک مرکزی به گوشم سوال نمی کنم. بله خواهش میکنم. تو بانک مرکزی فساد رو شما تو همون سالهای 94 95 96 تو ایامی که به قول شما ارز جهانگیری مطرح بود، خب اینا صرافی نبوده 15 تا صرافی بود که در واقع رابط بانک مرکزی بودن برای پخش این دلارا به بقیه صرافی ها جهت تعدیل ارز در بازار تحت این عنوان، ولی اون ارزها رو میگرفتند و خودشون میفروختند و کلی منافع به جیب میزدند و همه اینا باشون برخورد چیز شده، ولی در واقع خیلی ظاهری، خیلی ضعیف و آنچنان که اصلا ریشه این کار بسته بشه در واقع بتونیم فکر خیال راحتی داشته باشیم که ساختار اصلاح شد دیگه امکان نداره همچه اتفاقی بیفته. اما همین الان اگر قرار باشه تزریق ارزی بشه تو بازار، باز همین بازی ها وجود داره. اون بدنه بانک مرکزی کماکان همونهایی هستن که بودن، چون با دو نفر از مثلا چند صد نفر نیروی بانک مرکزی رو که بعد بگیرن که کفایت نمیکنه، نمیگم همش رو باید گرفت، ولی تمام مفسدین گرفته نشدن و اون مفسدین برخورد ضعیفی باشون شد. اون آدم سالمی هم که با این مرکزی میمونه میگه آقا من تا کی میخوام کار کنم، ماهی اینقدر حقوق بگیرم، من زندگیم چجوری بگذره؟ میام یه دونه میزنم میرم توش میفوش میام زندان، دو سال زندان میخوام میام بیرون زندگی میکنم واسه خودم. این نگاه الان حاکمه در سیستم بانکی کشور و به ویژه در بانک مرکزی کارمنداش. من خودم با کارمنداش تک تک حالا تعدادشون باشون صحبت کردم، این اصلا ذهنیت اینا اینه دیگه. ما اینجا نمیذارم یه سری آدم خاص میان میخورن میبرن آخرش بخوش یه از اون 20 خاص دو تاشون هم بازداشت میشه، بقیه هم که اصلا بازداشت نمیشن، اون دو تا هم که بازداشت میشن چند سال میمونن میان بیرون، ولی میدونی چقدر زدن به جیب؟ به خدا واسه این راهی پیدا کنیم ما هم همین کارو بکنیم. یعنی اصلا این تفکر چرا ساختار درست نیست که به این فکر میفتن؟ ساختار باید اصلاح بشه. ببین حالا من این اصرافی ها، این ارزها، ارزهای زیادی در این طول این سالهای ارز جهانگیری رفت بیرون و اصلا اثری در اقتصاد کشور، اثر مثبتی در اقتصاد کشور به وجود نیاورد که هیچ اثر منفی، بسیار منفی در اقتصاد کشور وجود نداشت. مثلا این ارزهایی که دادن که برن کالا بیارن بدن به مردم با قیمت پایین‌تر و ارزش آزادی بسوانی، غالب این ارزها به کیا داده شد؟ مثلا به خودروسازا. لیست 22 تا خودروساز دادم خدمتتون اگه پخش کنین، 22 تا شرکت خودروساز به اسم خودروساز، ولی از خودروساز نیست اینا، اینا خودرو وارد کنن، عرض شود حضورتون غالبشون البته خودرو وارد کنن، خودرو رو قرار بوده، حالا باز ما راضییم یا خودرو وارد کن بده به قیمت شاهزادیستان، به مردم بذار قیمت خودرو بیاد پایین، قیمت خودرو در اختیار مردم قرار بگیره، به قیمت مناسب قرار بگیره. نمی کنن این کاری که به اسم واردات خودرو آقای حدادزاده میاد ایرتویا میاد خودش و پسرش میان این کار میکنن. عرض شود حضورتون که عرض میلیاردی میگیرن که ماشین بیارن، تویوتا بیارن، یا اون یکی نیسان آقای نمیدونم سیروس جوکار، یا اون یکی آقای گرامی هیوندای، یا خمشون همه این آقایی که الان تو لیست هستن ارزا رو گرفتن، ولی غالبا اینا این ماشین را به وارد کشور اصلا نشده، یا اصلا اگر هم شده از تعداد بسیار اندکی ماشینی که وارد شده با ارز چارزی دیبستانی به مردم داده نشده که اینا با عرض آزاد مردم دادن. بعدش هم حالا که بازداشت شدم میگم به من رفته، من دادم به نمایندگی، نمایندگی به مردم بده، نمایندگی این کاری کرده، من این کاری نکردم که. آقا مگه میشه نمایندگی تو بدون اذن تو به مردم جنس بفروشه به قیمتی که دلش میخواد؟ ولی کسی نیست بیاد دقیقا اینا رو به اصطلاح بچسبه تا ته خط ببرتشون، پولا رو ازشون بگیره. الان این پولا رفته واسه خودشون به کشورهای مختلف داره میچرخه، اقتصاد خودشون رو، شرکت های خودشون رو دارن میچرخونن، اصلا هم براشون اهمیت نداره. 8 میلیارد دلار پولیه که به این عنوان ها از ارز خارج شده از کشور و رفته، فقط 540 میلیون تا 94 بابت این ماشینا داده شده رفته.
عددهای بسیار نجومی از این ارز از کشور خارج شد و اثرات منفی در اقتصاد کشور شد. حالا این بخشی از تخلفات بانک مرکزی تو حوزه عرض شود حضور ریالی رو عرض کردیم، بعد اومدیم تو حوزه صرافا عرض کردم، بعد اومدم الان گفتم که تو حوزه صادر وارداتمون به چه شکلی ارز رو به باد دادن. حالا میخوام بگم تو بحث صادرات چیکار کردن. تحت عنوان صادرات همین آقای علی محمد اومده سنگ آهن رو به صدا با شرکت های گوهرزمین و چادر بلوچی بشی قراردادی بسته که خودش نوشتن به قیمتی که خودت اعلام بکنی ما حاضری بفروش. رفته اونجا میلیاردها پول کشور، هر در ازای هر 1,000,000 تومان 1,000,000,000 تومان ارزش ریالی سنگ آهنه. این میلیون ها تن از این سنگ آهن رو صادر کرده و پول کشور غالبا به کشور بر نگشته. این آقای علی محمدپور رو پلیس، سیستم پلیسی دبی شناسایی کرده، 15 سال راش نمیده، میگه این پولشوه، این آدم درستی نیست، فعال اقتصادی سالمی نیست، مثلا راش نمیده دیگه تو دبی. ایشونو ایشون خانمش خانم مروارید معمارپور رو گذاشته تو دبی، اونجا پولا از این پولای سنگ آهن که بعد برگرده تو ایران بر نمیگرده تو ایران، هیچ کس هم نیست میگه این سنگ آهن که صادر شد چی شد، ارزش چی شد، کجا رفت، چرا بر نمیگرده. رفته اون و رفته به حساب خانم معمارپور مروارید خانم همسرش، از اونجا ارجاعش داده، این پول رو رفته توی حساباشون پیش آقای دکتر لطیف تو لندن، که اون دفعه برنامه خودتون داشتین دکتر لطیف رو معرفی کردیم که کیه، بانک خصوصی یا برای خودش زده، با ایشون پول رو ریختن حساب ایشون، نمیدونم توی فرانسه همینطور رفتن، نمیدونم ویلا تو شانزلیزه خریدن، نمیدونم کجا رفتن، همه پولای کشور رفته. هیچ کسی آقا این سنگ آهن مال باباش که نبوده که، این سنگ آهن باید مال این معدن این کشوره، انفال این کشوره، این باید برگرده به مردم بدبختش بهره ببرن. رفته که رفته، هیچ کس هم نیست میگه آقا این پولا چی شد، ارزش چی شد، چرا کسی ازش خبری نمیاره. چرا؟ چون اون فردی رو که گذاشتن اونجا به عنوان مدیر عامل، مثل ناصر تقی‌زاده، مثل اکبر بوریانی، مثل صالحی معاون بازرگانی، اینایی که منصوب کرده گذاشته تو جاهای خاصی که باید این سوالا ردش بکنن، چون پول به اونا داده، چون به اون ملک داده. آقای صالحی الان همونطور که به اکبر طبری داده بود، آقای علی محمدپور تو پرونده اکبر طبری هم آقای علی محمدپور بازداشت شد، 58 روز بازداشت بود، همونطور که به اکبر طبری توی کیش ویلا داده، توی نیاوران نیا ویلا داده، توی نمیدونم چیلک شهرک چیلک تو شمال ویلا داده، به همه اینا هم داده، به اینا داده. خب وقتی داده باشه دیگه کسی اینا نمیان بپرسن آقای پول چیکار کرد، چرا بر نمیگرد دیگه. اما این مقامای نظارتی بالاتر وضعیت اینا رو بگیرن، آقا این وزیر بگه الان عوض شده و چرا با این برخورد نمیکنید، آقا وزیرای قبلی اون آقای رزم حسینی مثلا از آقای پسرش از آقای علی محمدپور پول گرفته بود که ناصر تقی‌زاده رو منصوب بکنه، اکبر پوریانی رو نگر بدارن، نمیدونم چیکار بکنن، اینا رو حفظ کردن که برای منافع خودشون رو ببرن جلو. حالا که وزیر عوض شده چرا اینا تغییر نمی کنه؟ آقا چه خبره؟ خدای نکرده نکنه اینا هم پول گرفتن نگرشون میدن، آقا برخورد کنید، چرا ور نمیدارید این فاسده رو؟ آقای مخبر بگه به دستور نداده آقای وزیر، آقای فاطمی امین چرا ور نمیداری ناصر تقی‌زاده رو؟ چند ماه الان امروز فردا میکنی، چرا ورش نمیداری؟ این فاسده باید برداشته بشن تا بتونه کار جلو بره، بتونه یه آدمی منصوب بشه، انشالله که این دفعه آدم خوبی منصوب بشه که به جای اینکه منافع این اشخاص رو به اصطلاح مدافع باشه، منافع مردم و بیت المال مدافع باشه. عرض شد خدمتتون که من هر وقت خواستین یه نفسی تازه کنیم من سوالامو بکنم، وگرنه میخوام وقت رو نگیرم. من یکم نفسم گرفت. خب ببینید آقای پالیزاد، 8 میلیارد دلار شما فرمودین که ارز 4200 در واقع یا ارز نیمایی داده شده به وارد کننده ها، درسته؟ بله بله. و نمونهش خودروسازانه که من حالا بعدا اگر فرصت شد اشاره میکنم بهش. و بعد چقدر ارزهای صادراتی بر نگشته، یعنی مثل نمونه مثلا سنگ آهن صادراتی مثلا به فرض کنید جمهوری آذربایجان و هر کشور دیگه، اینها همین شبکه علی محمدپور، اینا چقدر این بر نگشته؟ این معلومه مبلغش؟ ببینید فقط همین توی 10 ماه اخیر بابت این فروش سنگ، تو فروش سنگ، اینا هم تو فروش
سنگ آهن خام مواد اولیه که میدم به اینا، هم تو فروش به این کارخونه ها سود میگیرن، قرارداد دارن، پول میگیرن که الان 2,000 میلیارد تومان تو این 10 ماه اخیر گرفتن، تا یک ماه و نیم پیش تقریبا. عرض خدمتون که تو حوزه صادرات که دیگه میگم مثلا عدد رقم الان معلوم نیست، اصلا عدد رقم چقدره، عدد رقم مثلا میلیارد دلاری دیگه اصلا عدد مشخص نیست که چقدر رفته بیرون، هنوز نیومده، کسی نیست براشون تصویر حساب کنه عدد معلوم بشه که چقدر از این اموال رفته بیرون و برنگشته. اخیرا هم که الان دوستای وزارت اطلاعات رفتن ریختن تو مجموعه شون، آدماشون رو گرفتن، پرونده هاشون رو گرفتن، دارن کار میکنن روش و هنوز به اصطلاح مشخص نشده کامل که به چه شکلیه. ولی من خواهش میکنم که اون کسانی که قبلا روی این پرونده ها کار کرده بودن و اطلاعات لازم در این زمینه دارن به کارشناسای وزارت اطلاعات گزارش تکمیل سریع‌تر بدن که بشه زودتر نتیجه گرفت، اگه دلشون برای مملکت میسوزه. آقای بالزار جان ببین بفهمید، من خواستم یه نکته بگم که چگونگی شکل گیری در واقع فعالیت این اقتصادی بین فیما بین این آقای محمدپور اینا با معدن چادر ملو یا گلگوهر یا گوهر زمین، این موادنی که دارن باشون کار میکنن، تو شروع اولیه خب باستی پول میداشتن، باز دوباره مثل همون کاری که تو بانک کردن، گفتم با بروکری خود پول بانک رفتن زمین خریدن، دوباره وام گرفتن، دوباره اونا فلان کردن زمین. اینجا هم همینطور اومدن گفتن آقا ما پول نداریم که، شما بیا 200 میلیارد تومان وام از بانک دی. ببین همه اینا ختم میشه تو بانک دی، همه اینا ختم میشه تو شرکت توسعه دیدار که مرکز فساد بانکی کشوره، تمام بانک های کشور فسادشون رو هدایت میکنن تو بانک تو توسعه دیدار ایرانیان بانک دی. خواهش میکنم بنیاد شهید، ما رو بنیاد شهیده، بله بنیاد شهیده، متاسفانه عرض شد خدمتتون که میگه آقا بیا 200 میلیارد تومان ما براتون وام می چیه؟ نمون آقای دوست عزیزمون آقای سفر خانلو که مثلا کارشناس موضوعی وزارت بوده یه زمانی در بانک دی، ایشون میاد برای اینها به اتفاق اون آقای بینا که وکیل پرونده این هست و بالاخره مسئول زد و بند این قصه است و اون آقای مجید آیین و نمونه تیمی هستن که بیرون قصه هستن، تیم داخل هم که اون آقای غفار کیانی بود و بابا رضا بود و که حالا الحمدلله این دوتا رو حذف کردن، ولی عواملشون هنوز هستن. آقای قاضی هاشمی حواستون جمع کن، فکر نکنین اینا رو تصفیه حساب کردین، عوامل اینا هستن و به راحتی دارن کارهای اونا رو، پرونده های اونا رو ماسمالی میکنن که کسی دست پیدا نکنه. اون ریشه همه اونا رو باید بزنین، باز ریشه شون زده نشه چه فایده داره دو نفره که برداشتی فکر الان هنوز اونا دستور بده به تو سیستم توسعه دیدار ایرانیان هستن. خلاصه میاد 200 میلیارد تومان برای گوهر زمین وام میگیره، بعد موعد وام میشه میگه آقا وامو پرداخت نکن، اونجا چیز داشتن دیگه، رابطه داشتن و هماهنگ شده بود قصه، وام پرداخت نمیکنه، میرن میگن آقا ما رو معرفی کن به توسعه دیدار ایرانیان، یعنی گوهر زمین رو معرفی کن به توسعه دیدار ایرانیان، بگو ما، من علی محمدپور و عوامل من میخوایم جایگزین این پول آقا گوهر زمین، ما بهتون ملک بدیم. طبق روال قبلی ملک ها میاد گران نمایی میشه، یه ملک مثلا چه میدونم عدد مثلا با سودش مثلا چیز شده مثلا 240 میلیارد تومان، میان مثلا با 140 میلیارد تومان، الان این عدد ها فرضیه ها، ممان عدد قطعی نگیره، ولی این رو اطمینان 100% دارم که گران نمایی میشه ملک و ملک گران نمایی شده به توسعه دیدار ایرانیان داره میشه ملک به درد نخور، نه که ملکی باشه سریع فروش باشه و مثلا بتونه بانک ازش بهره ببره هر وقت بخواد، یه ملکی رو در اختیار میذارن که قیمت بالا، بعد میگن آقا تصفیه حسابت گوهر زمین رو ما بده، تصفیه حساب گوهر زمین رو میگیرن و میذارن میرن گوهر، آقا ما این پول رو تصفیه کردیم، انگار که ما به شما 200 میلیارد تومان پول دادیم، حالا به ما بحثی سبر صادرات به ما جنس بدیم و اونو 5 برابر این پول، یعنی 1,000 میلیارد تومان به اینا اعتبار قائل میشن و در اختیارشون قرار میگیره. سنگ آهنی که میره دیگه رفته باز شده، این فتح با باز شده بود دیگه، اونا هم اونجا با حق حسابایی که گرفتن دیگه کسی جلودار اینا نیست و همینطوری داره میره. یکی از در واقع بزرگترین تراستای صادرات سنگ آهن ایران به چین هستش آقای علی محمدپور. من این جزء بود که یادم رفت بگم، گفتم عرض کنم. ببین این آقای علی محمدپور الان عکسش دیدیم، عکس
جدیدش هم هست نسبتاً آنچه که دیدیم. حالا باز می‌بینیم. ببینین این باید چند سالشه؟ حالا گیرم مثلا 40 سالشه مثلا. دیگه بیشتر که نیست که. این داره کار. خب، 7-8 سالش. بعد آقای ناصر تقی‌زاده که مال بزرگترین معدن سنگ آهن کنسانتره سنگ آهن خاورمیانه است، مال معدن چادر ملو توی این شبکه است. بعد اطلاعاتیایی که سفر خانلو، حسین بینای مثلا وکیل، مجید آین اطلاعاتی، اینا توی این قضیه بودن و هی هم صحبت از این میشود که مثلا سفر خانلو همون است که کردنش فرماندار گرمسار، از اینجا برش داشتن بردنش فرماندار در دولت آقای رئیسی. ببینید این شبکه مگه شناختش مشکله؟ مگه متلاشی کردنش مشکله؟ بابا طرف یه خورده روسریش میره کنار، دیگه فیلم ها انقدر تو فضای مجازی و تو شبکه های ماهواره‌ای زیاد پخش شده، من دیگه نمیارم نشون. چنان با خشونت برخورد میکنن با طرف، بعد مردم میان به خاطر نان تظاهرات میکنن، کتک میخورن، بازنشسته ها کتک میخورن که آقا ما حقوقمون زیر خط فقره، نمیتونیم خودمون رو اداره بکنیم. همین صحبت هایی که شما میکنین. بعد این شبکه ها رو زدن که کاری نداره، که دستشون رو باز گذاشتن. همین نکته که شما فرمودین، آقای ناصر تقی‌زاده رو چرا عوض نمیکنن؟ یکی از آدم‌های اصلی این شبکه. ببینین من در این فرصت کوتاه میخوام اشاره بکنم، اگه اجازه میدین اگر صحبت دیگه ندارین الان، اگه اجازه میدین من میخوام یه نکته رو بپرسم در پیوند با خودروسازان، وارد کنندگان خودرو. ببخشید من خواهشم این هستش که این شبکه، این سوالی که الان فرمودید، پشت این شبکه فساد داخل سیستم اجرایی شبکه‌ای وجود داره که اشاره شما بهشون کردید که کیک بیاد به کیک، ابراهیم رضاپور و رضا مقدم و کیوکی. بله. و الان همین الان این بحثایی که ما مطرح کردیم، سیستم‌های امنیتی رفتن سراغ شاخاک تیسونه، میخوان یقشون کنن. خب یه آقایی رو پیدا کردن 40 میلیارد تومان بهش پول دادن که آقا یه کاری کن سر والیزا رو زیر آب کن، یه کاری کن نمیدونم این پرونده مثلا مختوم بشه، کسی دنبال نکنه ماجرا رو، کسی پیگیری ماجراها نکنه. این آقا محسن ما برای چی میذارن اینجور آدم ها تو سیستم های نظارتی امنیتی کشور رشد بکنن، به جایی برسن که بتونن؟ من بر من که مهم نیست. ببین من با خدای خودم یه معامله سال 60 که رفتم جنگ کردم و گفت قرار بود توی اونجا من جونم رو بدم رو تموم کنه کارو بود. حالا ایشون خداوند متعال عنایتی کرده، گفته نه آقا باش، حالا با همه مجروریتایی که بد دادیم، ولی باز باشی یه جایی با لازم داریم که با یه سری مفسد به دست سوخته باشی و بجنگی. کسی نمیتونه با اینا بجنگه، کسی جرأت برخورد با اینا رو نداره، میترسن با اینا برخورد کنن. تو که نمیترسی بیا جلو، ما هم اومدیم جلو و الان هم میخوای چیکار کنی؟ منو میخوای منو بکشین؟ میخوای منو نمیدونم بزنید با تریلی از روم رچید؟ پیغام که دادی گفتی اینا هزینت پالیزدار یه کوپن بیمه یه نیسان آبیه، کار تمام، بی خودی اینقدر آرت و پورت نکن، فکر نکن فایده ای داره، فکر نکن که میتونی کاری بکنی. ولی من کارمو میکنم، عیبی نداره. من اگر قرار به این اعتقاد داشته باشم که سرنوشت ما دست خداست، خب من اگر قرار باشه در سن چه میدونم 54 سال و 6 ماهگی بمیرم، خب الان موقعش رسیده دیگه، بذار بمیرم، بذار اینجوری بمیرم. من قراره مثلا سرطان بگیرم بمیرم، قراره سکته قلبی کنم بمیرم، قراره یه کرونا بگیرم بمیرم، حالا بذار اینا بذارم با تریلی هر اون رجم، بذار یه نیسان خرج من کنم بمیرم، ولی حداقل بذار هم تو دنیا تو تاریخ ثبت میشه که پالیزدار تا آخرش وایستاد، از هیچ چیزی نه از زندان ترسید، نه انفرادی ترسید، نه از این تعدیه ترسید. آقای شیخ الاسلام که تو که بهم پیغام میفرستی برای من که نمیدونم من عواقب بدی دنبال داره این کارا رو داری میکنی، آقای پالیزدار عواقب بدی برات خواهد داشت، چی میخوای بگی؟ چه غلطی کنی آقای شیخ الاسلام؟ آقای علی محمدپور بخواد چه غلطی بکنی با پلیس؟ هر کاری میخوای بکنی بکن، همین فردا که این پخش میشه همین فردا اینو بکن، هر کاری میخوای بکنی بکن. من که ترسی از این چیز ندارم، اما نمیدونم چی شد یه دفعه زدم. میخواستم بگم این شبکه ها رو، این شبکه رو گفتی، یه شبکه دیگه هم هستش که توی سعادت آباد مستقرن. سعادت آباد سرو غربی بعد از مروارید سمت راست، هر شبت حضورتون که ساختمونی هستش تحت عنوان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام،
این دبیرخانه مجمع تشکیل مسئله نظام آیا واقعا دبیرخانه مجمع تشکیل مسئله نظامه؟ یا این که آدمایی که توش نشستن کسی جرئت نمی‌کنه بهشون یقشون میگه آقا این تابلویی که این بالا زدی دبیرخانه در مجمع تشکیل واقعا درسته؟ اگه درستی شما که اینجوری دوکونه این کارا چیه می‌کنی؟ چرا اینو اونو دعوت می‌کنی میاری اونجا بعد یه نفر به نام حسین بینا وکیل این توسعه دیدار رو نمیدونم مفسدین اقتصادی که الان اسمشون آوردم این آقا با اونا داره کار میکنه اون آقا شده مشاور حقوقی شما پرونده مفسده اقتصادی میاره تو اونجا میشینین بعد می آقای مسئول در قوه قضاییه رو میارید اینجا مثلا تحت عنوان اینکه آقا یه سری به ما بزنید یه نمیدونم رهنمودی برای ما داشت و میاد اونجا بعد یقش میونه آقا این مشاور حقوقی ما اینجا یه کاری داره میگه میشه این مشکل اینا رو حل کنید بعد میره اونجا یه میلیارد دلار پول به جیب میزنن از یه فلان پرونده اقتصادی یعنی یه دوکون شده برای آقایون تحت عنوان مجمع تشکیل آقا آقای رئیس مجمع تشکیل آقای لاریجانی اگه واقعا اطلاع نداری اطلاع پیدا کن اونجا یا اگر اطلاع داری که اون اون ساختمون داره دبیرخونه آقا واقعا کار دبیرخونه تنها توش انجام نمیشه اونجا داره این کارا دکون اقتصادی دکون کاسبی واسطه‌گری و دلالی آقای محسن رضایی که شما رو دعوت میکنن میری اونجا آقا خواهش میکنم میره دواست باشه دارن ازت سوء استفاده میکنن خبر داری یا نداری سوء استفاده داری میشی ازت این آقایون من آقای محمود رشید که الان نایب رئیس فدراسیون کاراته است اون آقا اونجا نشسته دفتر توسط ایشون اداره میشه حالا کسای دیگه که من حالا اسمشون رو نمیدونم که من مدیر کل حراست مجلس صد نظام بوده که یک نمیدونم مدیر کل حوزه ریاست بوده نمیدونم چی بوده اینا همه اومدن تو اونجا نشستن این دوکون رو باز کردن برای کاسبی خودشون من این ایناست که این شبکه ها رو درست میکنه این پشتوانه هاست این عقبه هاست که میتونه تو بانک برید فلان کنی میتونه تو نمیدونم دستگاه قضایی بری شنان کنی نمیدونم میتونی بری هر جایی بخوای فساد انجام بدی یه عقبه های این چنینی درست میشه براشون اون عقبه ها با از دستگاه نظارتی باشون برخورد بکنن اگر با اونا برخورد بشه این اتفاقات ادامه پیدا میکنه های پالیزدار عزیز وقتمون امشب تموم شد من خوب شد که اسما رو نگفتین من به هیچ وجه نمیخوام کسی بره شاکه خصوصی بشه از شما و بعد مفسد گردن کلفت دوم کلفتی باشه در واقع و مثل همیشه ولی به هر حال سر نخ و کلید رو شما دادین هم به بیننده ها هم به حکومت در واقع که ساختمانی در سعادت آباد اونان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام داره فعالیت میکنه و آدم های مهم حکومتی رو دعوت میکنن اونجا اونا رو اینکه بیاین تو دبیرخانه و بعد آقای حسین بینا به اونا مشاور حقوقی مجمع تشخیص میره باهاش صحبت میکنه و از این طریق میلیاردها هزاران میلیارد تومان خلاصه دست به دست میشه و سوء استفاده یا استفاده میشه خیلی متشکرم آقای پالیزدار بریم پرده آخر برای امام زمان رفتن از این سر عالم به اون سر عالم مثل رفتن شما از این سر اتاق به اون سر اتاق امام زمان موجود موهوم نیست یک وجود خیالی نیست یک وجود غیبی نیست یک وجود نوری مثل ملائکه نیست جسم دارد گوشت و پوست و استخوان و قد و قامت و زیبایی و جمال و کمال و انقدر زیباست که همه زیبارویان محو اویان بهشتیا محو جمالشان خیلی شبیه مادرش فاطمه است خیلی پیغمبر فرمود شبیه خودمه شب و روزگار خوش